درود من بر تمام همیهنانم، چه داخل مرزن چه برون مرز. آنچه در این برنامه خواهید دید، حتی با غیرت یک فرد چنین بازی میکنم. نه کره ای، نه ایکسی، نه چاینایی مملکتمون رو به اینجا کشوندن. اگه بعد سردم باشه انقدر مردم هجوم میارن کنیم که بلکه به ما برسن، به ما برسن. باجی گرفته اجازه داده. اگر به کام من عشق خودمو به خاطر سال میلاد مسیح به همه تون از صمیم قلب تبریک میگم با آرزوی خوشبختی و سلامتی و همچنین موفقیت در کاراتون داشته باشید. این سال سالیه که ایران ما باید بدرخشه. ایران ما باید از این دشخیمام دزد و آدم کش و تروریست و اصلا به این که فکر کنن بچه داره میمیره، زن میمیره، اصلا نیستن. فقط دستوراتی که داره انجام میدن واقعا نقش قتل خودشون ریختن. و من مطمئنم این سال سالی باشه ملت ما از همه چی نجات پیدا کنه و بتونه در دنیا قدرت خودش رو نشون بده، عظمت خودش رو نشون بده و چه مارکتی میتونه در دنیا به وجود بیاره. باور کنید در اون زمان اصلا نه ژاپن به گرد ما میرسید، نه کره ای، نه ایکسی، نه چاینایی، نه حتی راشن روسیه. این کشورهایی که امروز ایران رو تحریم میکنن یکی پس از دیگری می اومدن از ایران بازدید میکردن. همین کره جنوبی نمایندگانش رو میفرستاد ایران که ببینن ما چیکار داریم میکنیم که بلکه به ما برسن. امروز ما داریم میگیم که ایران که میتونست ژاپن دوم، حالا نگیم ژاپن، کره جنوبی دومی تو خاورمیانه باشه، خیلی بیشتر شبیه کره شمالی شد. اینا الاز توریستی به گرد ما نمیرسیدن، الاز تولیدی به گرد ما نمیرسیدن. به خدا ملت نمیدونیم ما کجا بودیم. به قدری در قدرت بودیم اللحاظ اقتصادی، اللحاظ ارتشی، نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، به اضافه نالجای اتمی که وجود داشت بیامد برای مملکتمون واقعا جای شکوفنگیزه. همون پتروشیمی اون اوقا داشت میکرد از اون توفاله های گازوئیل ما فروش می‌کردیم و همین پلاستیک بلاستیکا رو می‌بینی که چاینا درست می‌کنه و داره توفاله‌های نفت ایران رو می‌خره به خاطر همون هاست. چاینا نتونستن پتروشیمی که قدرتش سرسام‌آور رو در پیشرفت مملکتمون درست انجام بدن، فقط فکر چواول بودن و بدوزن و برن. چه نفتش گرفته، چه گازش گرفته، چه پتروشیمی، حتی آشغالای آب دریا را فروختن. آقا عجب بی ناموسی هایی هست، عجب بی غیرت هایی هست. زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسی به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماه به انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روز که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیز. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبخت باشه. شما 85 میلیون تا 90 میلیون جمعیتیم. اگر پس این 500 دفعه که هر کدوم مافیای خودشون رو درست کردن نجات ندین خودتونو، این بی عرضترین و بی خاصیتترین ملت هست. شما نگاه کنید ولیت داره دقیقه ثانیه راهنماییتون میکنه، داره میگه با زبان دیپلماتیک، داره میگه با زبان عشق، داره میگه من نه با زبان خودم دارم میگم.
دریابین مملکتتون رو، دریابین وجود انسانیت خودتون رو و سلامتی خودتون رو. اینا مخصوصا تو پایتخت یا جای دیگه تو شهرها کارخونه های گذاشتن که دود و گازش گازوئیلش فضای انسانیت رو بگیره. اصلا مگه میشه کدوم شهرداری اجازه میده که همچی کارخونه در شهر زده بشه و فضای هوا خراب بشه؟ پس ببینید چقدر دوزبازی هست. باجی گرفته اجازه داده، فکر مردم نیستن، فکر باجن امضا کنن جواز بدن پوله رو بگیرن. و الان دونه دونه ملت ما در فضای بیماری، در خفخان بی آب و هوا، نه آب دارو نه هوا. من این سالو نمیخوام با این حرفا شروع بلام، ولی دل آدم که میگیره اخبارهایی که میفهمه من یکی رو خوشحال نمیکنم. من واقعا هر سال شب جامعه در بهترین هتل ها بهترین کلوب ها اشغال میکنیم، ولی من با خانوادم در خونم حال کردیم، چون انقدر در دنیا فضای میکروب شده که حد نداره. شما حساب کنین که اینجا انقدر فضای میکروب هست، وای به حال ایرانی که با اون هوا بدون آب بدون برف انقدر اینا هوا رو خراب کردن. اصلا ابرها دیگه بارون نمیدن، برف هم نیومده. چقدر این وجود ها بی کلاس هست. خدا خدا خدایا اگر به کام من جهان نگردانی، جهان به سوزانم. اگر خدا خدایا مرا بگریانی، من آسمانت را سقم بگریانم. منم که درد سنا مرادی فسانه ها دارم، منم که چون گل شکفته بلم ترانه ها دارم. هرکی نشسته تو پای کرسی من نماینده ایرانم، من نماینده نمیدونم سیستان و آقا همه کلاوردار آخونده به گوخوردن لفته در خودشون و ماها دست درده میدونیم. ما باید اولین راه، باید توی این ماه وظیفه همه کارخونه ها، اعتصابات، تمام فکتوری ها اعتصابات، مغازه‌دارا اعتصابات به وجود بیاد. مملکت ساقطه، مملکت وجود نداره، مملکت باجت نداره. باور کنین یه آدم بی سواد شیش کلاسی رو گذاشتن مملکت رو اداره کنه که وجود نداره. مملکتی که شاهنشاه ما 10 زبان دنیا رو صحبت میکرد و دکترهای دانشگاه های دیگر گرفته بود و برای اقتصاد ایران، اون کجا و این کجا؟ و اینا به خاطر احساس دین ما مملکتمون رو به اینجا کشوندن. مملکت در برشکستگی است، همه تون میدونید. انسان هایی هست که الان در بیرون کمک میکنن به هر نوعی که این رژیم باشه که خودشون در بیرون قدرت نمایی کنن، ولی کور خوندن. کور خوندن همه اینایی که در بیرون هستن. بدونین امثال محمود قربانی دم خونه هاتونه. من دیشب شب جان با بچه ها بودم به خونه با کامیز، کامیز عشق میریخ ناراحت. بابا چیز به سرنوشته ملت با میاد. بودم بابا من یه ایرونی هم، تو هم یه ایرونی، دو تا فردیم. اگه همه دست به دست هم بدن تمومه، ما هم هستیم. پسرم خیلی احساسیه، خیلی با غیرته، برای همینم خیلی ها غیرتش میترسن و من نمیخوام نزدیکش بشم. این دنیا حتی با غیرت یک فرد چنین بازی میکنم. پسرم یه شیرمرده، خیلی با قدرت، با وجود و با کلاس، ولی خیلی هم دارم بهش حسادت میکنم از اون نزدیکترین فرد زندگیش. ولی من عاشقشم، نوکرشم. من اگه یه روز کامیزو نبینم دق میکنم. نمیدونه این مرد چه انرژی به من میده،
چه زندگی میکنم. یه روز که نبینم غم دنیا رو دارم. همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. این عشق من به فرزندم، با هم زندگی کردیم، با هم فرار کردیم، با هم در به دریا کشیدیم، خیلی سختی ها کشیدیم تا تونستیم الان عشقمون رو با هم ثابت کنیم. و من میگم بابا I love you، اونم میگه بابا I love you. چقدر زیباست، چقدر انرژی به آدم میده و چقدر زندگی. و منم به خاطر اونا همیشه زندم و وفاریتم رو دست بر نمیدارم. بیا عشق و بیا وای بیا جونم بیا، دلم هوات کرده وای چی شات کرده، وای دلم هوات کرده. دو تا چشمون سیاه تازگی ها تازگی ها تو دلم بلانه کرده، دلم و دیوانه کرده. بشت اونا دارم دنیا و موزیکو انقلاب میکنم و این انقلاب نشون دهنده قدرت من و فکری کامبیزه. با هم در هر مسائلی با هم صحبت میکنیم. پسر تیزیه، میفهمه و خوشحالم هم ورزشیشو میکنم هم در هنر وارده. من میدونم همیشه پشت منه و راه منو کامبیز من ادامه میده. راه من یه انقلاب در موزیک و المپیک آف موزیک و گل بال پیش موزیک و پرژن موزیک وارد و راه‌های دیگه. این پسر با تمام قدرتش در این فکرش هست که این زندگی در این شرط به وجود بیاد و این سال نه سال دیگه ایشون همه کاره این برنامه ها خواهد بود. چون من هر روز که بینم تجربه همو میدم و این خوشحالم پسرم گوشیار همو میفهمه. ببین من از منیجرش گرفته کسایی که قبلا بودن اینا همه زیرمیزی پول میگرفتن. تو یکی میومد میگم ای من میخوام با مادر یارو مثلا حالا اسم اون خانم رو نمیخوام بیارم یا مرداد مثلا. اینا میرفتن زیرمیزی پول میگرفتن، میگفتن تو اینقدر به من بده من برای میتینگ رو درست میکنم یا مثلا کنسرت رو درست میکنم. پول رو میگرفتن، آخرش هم میگفتن آقا نشد. شما چا دو نفر رو نشون بده به من این کار رو باشون کرده باشم؟ هیچ وقت. با اینکه مادرم بود ولی غریبا همه همین کار رو میکردن. تو بیا اینقدر به من بده من میبرم یک کار میکنم گوگوشو ببینم. جلوی چشم این کار رو میکردن. اگه بعد صحنه باشه انقدر مردم هجوم میارن، دیدی که چقدر جمعیت میاد کنسرت، مردم یا هجوم میارن پشت صحنه نمیشه کنترل کرد اونجا رو. واسه همین وقتی از مادرم از صحنه میومد پایین مستقیم سوار ماشینش میکردیم، ماشین حاضر بود پشت صحنه که میاد پایین سوار شه بره. در هر صورت این زندگی خصوصی من. این سال سالیه که MGL خانواده قربانی و تمام تیم موفق خواهیم شد و بدون شک سال مسیح سالیه به عنوان پیروزی MGL با تمام گروهاش. زنده باد پرچم شیر خورشیدمون، جاوید باد پادشاه دوممون و بانو پرنس یاسمینمون، جاوید با هر شب شیر خورشید ایران و سرزمین ایران، فدای تمام ملت ایران. ما خانواده هستیم. به امید پیروزی در هر ثانیه و هر دقیقه و هر روز و هر هفته و هر ماه هستیم.